یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ولایتی بود به نام شکرستون، مردمونش همه خوب و مهربون. بله، توی شکرستون بارفروش دورگرد مهربونی بود به اسم فرزان. ای بگم خدا چی کارت کنه جناب راوی؟ آخه اینم نقشه تو این قسمت به ما دادی. خب حالا قر نزن، همیشه که نمیشه نقش تاجرای پولدار رو بازی کنی. خیلی خب آقا قصتو بگو. هندونه یخون. بله، این آقا فرزان پسری داشت به اسم پسرم. بابا بیا دوتا دادم تو بزن که زودتری هندونه رو آب کنیم. بس آقا جو بده ببنن گرو. آی هندونه چون بکر درست بده بده آی خونه دارم. بله، این پدر و پسر با خوبی و خوشی با هم زندگی می کردن تا اینکه یه روز آره از تا بلندش کن که نریدی. آفرین پسرم، اینجا به گوجرم بده به این سندویچه تا کار امروزمون تموم بشه و بریم خونه دیگه. میگم آقا جونم چیزه، شما برو خونه، منم اینجا سندویچ میخورم بعدش میام خونه. باشه گل پسر بابا، زود بیا خونه بابا جونا. خدا به جونه دلم. به سلامت آقا جون. خودش داشت. سلام سلام، صندوق گوجه ای که سفارش داده بودین آوردم. بذارش همونجا، به بچه ها میگم بیان برش دارن. رو چستم دلست خوراکی مراکی چیه ای قارونه؟ بفرمی جانم، منو روی میز دیگه. سابتو بینم این ساعت چه خبره؟ ها اینا دیگه چیه؟ پیتزا زخار 3500، چیکن بیبی و سس خار 4800، بیف استامینوفن بزرگ سالم 5500. اوی بابا چه اسمایی، چه قیمت هایی. خب انتخاب کردی قربان. الان میگم ای بابا، اینا که قیمت هر کدوم سو پول درآمد یه ماه آقا جونه. بیزمت یه چیز بدی با نون اضافه. چی جانم، منظورتون چیز برگره؟ نه منظورم چیزه با نون اضافه، یعنی همون نون اضافه. آره یه دونه نون اضافه بدی. اوکی، از سایه میارم خدمتتون. دمتون گرم. اونجا رو باش، عجب کلیپای خفنی هستن. بعدش پاپا گفتم چرا ماشین رو داغون کردی؟ بهش گفتم من ماشین زیر 5 میلیون سوار نمیشم. بازم از این ماشین رو از اونا برام بگیری میشنم داغونش میکنم. آره بابا، ماشین زیر 60 میلیون که اصلا ماشین نیست، گرازه است. بابا این رو باش، عجب پولدارای چی خفنی هستن. من به بابام گفتم اگه میخوای 5 میلیون پول بدی همون بهتر یه موتور برام بخره. پسر نگاه کنم چی در بره 5 میلیون حرف میزنن که چی، انگاری پول خورده. آدم بخواد پیش رفت کنه پس با اینا رفیق بشه. آره حالا میدونم چی کار کنم. 200 میلیون رخصه درست میبخشید میونه کلومتون، ولی ماشین زیر 100 میلیون مگه اصلا رو هم میره دلوش؟ 100 میلیون. آره دلوش، آقا جونم سفارش داده یه دونه کمپانیش تو فرنگستون چی واسه هم بفرستن. ابا خاک حالم، خوش به حالده چیزه، از آشنایید خوش حالم. اسم من بهادره. سکر آقا بهادرم هستی؟ من ابی هستم بهتون. اسم منم جفریه. خیلی سکریم دلوش، اسم منم سمده، یعنی چیزه سمیه. خب حالا این ماشینه چه رنگی ها؟ بله، و اینجوری بود که آقا سمد چند تا دوست تازه و البته پولدار پیدا کرد. موجود
ای بابا این رادیو چرا اینجا رو نمیگیره؟ سلام آقا جون. سلام پسر گلم، چطوری بابا جون؟ خوبم آقا جون. آقا جون حدس بزن امروز چی پیدا کردم؟ چی میگم؟ دوزاری پیدا کردم. دوزاری چی آقا جون؟ یه تریپسی رفیق با کلاس پیدا کردم. نه آره آقا جون، همشون بچه های شکرانی هستن. همشون هم آقا جونهاشون چی؟ رئیس شرکت و صاحب کارخونه و اینجور چیزا هستن. تازه به آقا جونهاشون هم چی میگم؟ میگم پاپا. عجب چه جاله. میگم که من یه فکری دارم آقا جون، چطور این وانته رو بفروشیمش؟ به جاش یه دون از این ماشین با کلاسا اسم چی چیه؟ لیموزین بخریم. آشه بذارم لیموزین اینم برات میخرم. زده میگی آقا جون؟ بای آقا جون، تو بهترین آقا جون دنیا هستی آقا جون. خواهش میکنم بذارم، فقط تهیه سوال فنی داشتم. چی آقا جون؟ بفرما. میگم پشت این لیموزین که میگی هندونم میشه فروخت؟ اکی ما رو واسه باکی رفتیم سیزده بدن. اصلا بیخیال آقا جون، ولش کن نخواستیم. سمت جان من چیز بدی گفتم، ناراحت شدی بابا جون؟ بله، با این رفقای تازه کلاس آقا سمت روز به روز بالاتر بیرفت، ولی مشکل این بود که کلاس آقا فرزان از جاش تکون نمیخورد. باز کردیم توش سویته یه ماشین بود بهم. پاپا از پشت تلفن تبریک گفت، قول داد تولد سال دیگه کنارم باشه، ولی من میدونم تولد سال دیگه هم تو جلسه هیئت مدیره کارخونه است. آره قصهش نخور بابای، منم همش مسافرت فرنگستونه، سال به سال اصلا نمیبینمش. راستی سمت، پاپای تو چی کار است؟ آقا جون من چیزه، یه تاجره، یعنی یه شرکت حمل و نقل داره. پس تو هم مثل ما پاپا تو دیر به دیر میبینیم. خاله دیگه چه میشه کرد دیگه، اونم مرتب تو کار چی پول در آوردن اینجور چیز هست دیگه. دارم آده باده پیاز دارم. ای بار آقا چونو من داره چی کار کنم؟ کشکشو در میاره پیاز 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 شراره دیده خوردن داره این پیاز. ای پیاز دهه پس سامیکو همینجا بود به همون. رفته ساخیس به خیر گذشت. الو الو، آره آره الو، سلیتون دارم داداش. میبخشی مچا اونجا گوشی مانته نمیداد. خب بگو چه خبره؟ آره آره، بعد پاپا و مامان گفتن این مدتی که ما میریم فرنگستون تو هم خودتو به ما سرجرم کن. بعد جان عجب پیتزاییه، ببین پنیره چه کسی میاد درست. رفته بودیم از خرقا، بیا ببین چه گوجه ای برات آوردن. جان تو ماه درجه یکیم. بای بازم آقا جون، حالا چی کار کنم؟ سرم سمت چوی بابا جان، بپر از پشت بانه دو تا صندوق گوجه از مردو بیا واسه این اصغر آقا. بودو بابا جان. بای آمنون رفت. سامی تو این آقا را میشناسی؟ چیزه این آقا، آره آره این خدمتکار خونمونه، موقع میکاری هم چی رو بانت کار میکنه. آقا کار تموم شد برو خونه ببین پاپا باید کاری نداره. بچه همین بریم دیگه. بریم. سردم بوی پیاز میداد. وای دیدی چی شد؟ پسرم گفت من خدمتکار خونه شون هستم. بعد از یه عمر زحمت کشیدن حالا پسرم به خاطر من خجالت میکشه. ای آسمان ها بر من بگرید و ای زمین ها مرا ببلید. آقا فرزان پس این گوجه ها چی شد؟ گوجه باشه ببخشید الان میارم. بله به خاطر این ماجرا سمت شرمنده و آقا فرزان حسابی دل شکسته شد، ولی هیچ کدوم خبر نداشتن که روزگار چه بازی براشون در نظر گرفته. آه عجب موتور ردیفی. ای بر سمت چی کار بکنه؟ زود باش دیگه. حالم نکنی بابا، حالم یاد دیگه. ها فرو گرفتی دیگه.
کیسه بابا ایوا چه موتوریه اوه عجب شانسی آوردیم. آره نجاتمون رو پیدا کردیم. نه بابا بدبخت شدیم، تازه گیر افتادیم. ابر راست میگی. حالا چی کار کنیم؟ من همین الان زنگ میزنم پاپا بیاد نجاتمون بده. الو پاپا، منم جفری، ما تو دره گیر افتادیم، بیا نجاتمون بده. چی؟ ها؟ ای خب باشه. چه شد چی گفت؟ هیچی بابا، گفت الان جلسه داره نمیتونم بیاد. صبر کن بابا، من الان خودم زنگ میزنم پاپا هم بیاد. الان پاپا من را دوستم داریم میمیریم، بیا کمکمون کن. ها خب باشه. چی گفت؟ گفت فلان فرنگستون نمیتونه بیاد. بده من بابا، شما با اون پاپا هاتون بهتون. الو الو پاپا، مشترک مورد نظر در حال پول درآوردن می باشد، لطفا بعدا تماس بگیرید. چی گفت بهمون؟ اکی پاپا تو هم که نیست. سمی تو به پاپا زنگ بزن. چه من آخه چیزه؟ خیلی خب باشه باشه باشه. الو کبابی صدقه، سلام اکبر آقا. اکبر آقا جونی، آقا جون ما امروز گوجه شما رو نیاورده، الانه اونجاست، میشه گوشی رو بهش بدی؟ قربون تو. الو آقا جون، منم سمت. آقا جون ما تو دره گیر افتادیم، داریم چی تلف میشیم، به دادمون برس آقا جون. سمت بسرم تعمل کن. آی آقا جون دارم میافتم. آقا جون برای چی میشه؟ پسرم آقا جون، انگار نجات پیدا کردیم. آره گوجه ها جونمون رو نجات دادم. جو نجاتم رو پیدا کردم. آقا جون عزیز، آقا جون قربونت برم. آقا جون سمد من عزیز دل سمی، این آقای باباته. آره ولی من بیمعرفت، من نادون چی گفتم خدمتکارمونه. آقا جون منو ببخش. آقا جون اصلا خودتو ناراحت نکن بسرم، راستش خیال دارم وانتو بفروشم برات یه دونه لیمو این بخرم تا باهاش حسابی جلو رو فقط افتخار بکنی. آه نه آقا جون، من از این بچی فقط به شما افتخار میکنم. سامی خوش به حالت، کاش بابای ما مقد هوامون رو داشت. آره خوش به حالت، واقعا چه بابای خوبی داری. سلام ابی هستم. سلام، چی فکر کردی داداش؟ آقا جون من تک یه دیدی بچی. بله و اینجوری بود که صمد قدر پدر مهربونش رو دونست و یک عمر با محبت کنار هم زندگی کرده. خب اینم از قصه امروزمون، تا یه روز دیگه بود یه قصه دیگه. خدا نگهدارتون.